در ادامه آن صفحه در آن کتاب نامبرده آمده است دو نقطه. این همان حادثه آغازین هم در تفصیل حی ابن یعظان ابن سینا هم در رساله کوچک سهروردی با عنوان آواز پر جبرائیل است. میان واقف شدن نفس به خیش و تمثل راهنمای نفس از طریق خود نفس تقارنی موجود است. ختم گذر. مکس می کنم برای نامیدن این همزمانی تقارن با واژه رویون سنکرونیسیته و با واژه های روانشناختی پسیکوئید و کهن الگو که طبیعت هر دو واژه است برای بیان پروسس تفرد. در کتاب پنجمم در مورد پسیکوئید به بیان سیموندون در رابطه با تفرد و به بیان دیگران نوشتم و در مورد یونگ هم در سفیر و هم در کتاب‌های بعدی هم در مورد سنکرونیسیته و کهن الگویی آن. در ادامه آن صفحه از کتاب گربن می‌خوانیم دو نقطه. این راهنما همان صورت مثالی در تمثیل‌های عرفانی و سالکانه مورد بحث ماست. این همزمانی در اینجا ساختار خاص فردیت را به بیان می‌آورد. در اینجا خود در گیومه به این معنا که به مرتبه نوعی استقلال تک افتاده و نوعی فردیت محصور در حصار خیش نایل شود در میان نیست. در لحظه که نفس در میابد که غریبه است و در عالمی که سابقا برایش معنوس بود تک و تنهاست، یک صورت متشخص در افق آشکار می شود. صورتی که خیش را به نفع شخصی بر نفس ابراز می دارد، زیرا ژرف‌ترین اعمال نفس رمز آن وجود است. به عبارت دیگر، نفس خیش را همتای زمینی وجود دیگر می‌یابد که مجموع آن دو کلیتی با ساختار دولایه است. اجزای این سنویت پررنگ، اجزای این سنویت را می‌توان به نفس ظاهر و نفس باطن یا به نفس زمینی و نفس ملکوتی متعالی یا حتی به نام‌های دیگر موسوم کرد. از همین نفس متعالی است که نفس آدمی در گذشته فراتاریخ پدید آمده است. این نفس باطنی زمانی که نفس ظاهر در عالم آگاهی روزمره آرمید برایش غریبه شد، ولی زمانی که نفس ظاهر نیست خیش را در این عالم غریبه می‌یابد، دیگر برایش غریبه نیست. به همین دلیل است که نفس ظاهر نیازمند جلوه‌ای کاملا فردی از این نفس باطنی است. و جمله ادامه دارد در آن کتاب. پایین‌تر در همان صفحه می‌خوانیم دو نقطه. به یک سرچشمه پرتوان نیروی نفسانی نیاز است تا فعالیت خیالی سه نقطه بتواند در ورای بیانات عام و رمزپردازی های متعارف یا قابل جایگزینی زمینه کافی و وافی از نوع آزادی درونی برای تجلی تفسیر این نفس باطنی ایجاد کند. همین نفس باطنی که پیش از شرایط زمینی موجود بود و انتظار می رود که پس از آن نیز باقی بماند. واقعی در یک شهود نفسانی نوعی رویای بیداری در گیومه بنا به تعریف همیشگی عارفان ما از آن حالتی در میانه خواب و بیداری در گیومه روی خواهد داد. ختم گذر. و برای من روی داد این واقعه در حالت بیداری در 13 نوامبر 2018. رهایی و نجات که حاصل از اتصال به عقل فعال اصل را در مورد خودم هوشیاری و آگاهی برای محافظت از خودم همچنین معنا می نمایم. ادامه دادن به نوشتن در متن حاضر را خاتمه می دهم. قسمت های فرانسه زبان در زیر بایستی ترجمه شوند در همان مکان ها و همانطور که پیشتر نوشتم نوشته های خود من در مابین قسمت های فرانسه زبان همانند انتقال این قسمت ها قبل از حد 8 اوت نوشته شده و انتقال یافتند. امروز 9 اوت 2020، 19 مرداد 99 و ساعت 19:20 است. متن فرانسه زبان که یک پایان‌نامه در فلسفه است.
در کتاب هزار لایه در مورد طرح انسجام دو نقطه. در واقع از طریق طرح انسجام عمل کردن، انسجام ضرورتا از میانه عمل می کند، از میان وسط و در تضاد است با هر طرح اساس و یا غایت. نه یک پارچگی ها، نه کل شدن ها، منتها انسجام هایی یا کنسولیداسیون هایی. فقط با استراتیفیکاسیون ها و استرات هاست که فنومن های مرکزیت، یک پارچگی، کل شدن، انتگراسیون، غایت به وجود می آیند که سرخکداش را تشکیل می دهند. طراحی کردن یک طرح انسجام به مانند اسپینوزا و نیچه طراحی کردن شدت هاست که یکی نمی شوند با هم و غایت نمی یابند. دوالیسم ثنویت مدل ها، درختی یا ریزوماتیک انتها می دهند این تجزیه و تحلیل ها را. اگر درخت یک تنه دارد، واحد بودنی که از طریق آن رشد می کند در یک جهت از پیش تعیین شده، غایت فینالیته، ریزوم ریزوم و رودهایش را متعدد می بینند و جهت رشدی چنیدند. چون چنین است. ریزوم ورودهایش را متعدد می‌بیند و جهت رشدی چنید است. ملتیپلیسیته هایی که زمین را ساکن هستند در هزار لایه. هزار لایه نام کتاب. برای دلوز نسبت بین فلسفه و جغرافیا واضح است، لااقل صراحت دارد. اینکه هر دوی آنها، دلوز و سیموندون، در میان فلسفه دیگر نیمه دوم قرن بیستم حریفی دارند که هگل است. بر مبنای هگل، شاید هگل با وجود هگل آنچه جستجو می شود برای نقد شدن ادامه تاریخ است، ساحت الهیاتی فلسفه. فرضیت شامل بودن هتروژن و تفاوت تمایز در سنتز که هموژن می سازند واقع را. هگل همچنین قرن بیستم است و برتری زمان و تاریخ در توضیح فلسفه واقع. منتها همانطور که فوکو می گوید یک دگرگونی پدید آمده است. شاید در این میانه قرن بیستم در مورد فهم فنومن ها دو نقطه. در هر صورت من فکر می‌کنم که دلواپسی امروز ربط دارد اساساً به مکان، بدون شک خیلی بیشتر تا به زمان. زمان نمایان نمی‌شود احتمالاً که به مانند یکی از بازی‌های پخش کننده ممکن بین اجزایی که در مکان خود را پخش می‌کنند. خودش یعنی فوکو تصریح خواهد کرد به نشریه هرودوت که جغرافیا شاید آنچه بوده است که او بدان مشغول شده است، که جغرافیا برتری می دهد گسست ها و همزیستی ها را، در حالی که تاریخ تمایل دارد در قرن 19 تحت حمایت شاهانه علم آن زمان بیولوژی تاکیدش را بر روی توسعه تداوم پیوستگی قرار دهد. مواجب و دلایل جزیره های خالی، مقایسه نقش جزایر در اسطوره ها و مطالعات جغرافیایی، یک طرح در مورد بنیان خلقت که یادآور سومین سنتز زمان است. در مورد آنچه فلسفه است از داده های هزار لایه شروع می کنیم. دو نقطه، استراتیگرافی، تریتوریالیزاسیون، ریتورنل و کارتوگرافی افکت ها که به خود این هدف را می‌دهد که فلسفه را به عنوان جغرافیا خط تیر فلسفی تفکر کند. برعکس سیموندون، به فلسفه هدف مطالعه در مورد شدن ژنتیک افراد را قائل شده است.
مسئله این می شود. دو نقطه. عواقب مکانسازی کردن مفهوم های فلسفی که توصیف شدن هدف آنهاست چیست؟ چه به دست می آوریم و چه از دست می دهیم؟ اول کردش چیست؟ در کادر این تحقیق حاضر به خصوص پولمیکا بین یک اونتوژنر افراد و کارتوگرافی شدت ها و حتی بین یک پیوستگی رژیم های تفرد و استراتیفیکاسیون طبیعت است که ما را به خود مشغول می کند. هنوز یک گسیختگی قاطعانه وجود ندارد. همانطور که گفتیم سیموندون دور نیست از تفسیر کردن مدل های فکری تحت واژه های استراتیفیک، در حالی که استراتیگرافی چیزی جز روش دیگری نیست برای تفکر کردن در مورد زمان. زمان به علاوه جایگاه بزرگی را اشغال می کند در آثارش، از برگسون تا لایبنیس و در میانه کتابهایش در مورد سینما. همین روز ساعت 10:20 چند قسمت از متن فرانسه زبان در مورد دولوز و سیموندون بین این دو را بیان می کند. در این متن آوردم تا اینجا. در این لحظه با خود گفتم آنچه در میابم را بنویسم. در رابطه با بدن کیهانی، زمان و مکان، دو موضوع که نزد فلاسفه مختلف به سوال مبدل می شود و جغرافیا در رابطه قرار داده شده با گسست در تفکر دلوز. محقق آن تحقیق برآورد خودش را بیان می کند که زمان غایب نیست نزد دلوز و نام می برند نوشته های او را در این مورد. برای من زیستن که یونگ آن را تجربه زیستن غایب نزد پدرش شناخته است، از جمله تجربه شناخت خدا در حالی که پدرش یک پاستوریان یک روحانی است، شناخت به زبان گسست، جغرافیایی، کارت، سطر، سه نقطه را پدید می آورد و زمان معنا می آورد. معنای زمان عبور است، به زبان من مبدل شدن به مابین، وقتی که زندگی مابین در مابین هاست، پروسس شدن، زیستن، عمل پدیده پیوست، خط تیره گسست است که جذب مابین لازم را برای مبدل شدن به مابین که همزمان جزئی شدن خط تیره شدن جزئی از مابین هایی است که از جنس های مختلف هستند. باز هم در تمرین روزانه من برای متد سفخولوژی در قسمت تنفس تصویر دارم. تصویر آرام همان رودخانه و کوههای سبز و قایق، آرامش، نسیم، زلالی آب و غیره. چند روز است تصویر وجود دارد. همچنین برای قسمت بعد در مورد ضربان قلب. حالا که 9 سال بدون تصویر انجام شدند این متدها.